مجمع عمومی سازمان ملل متحد در حالی همچنان در مرکز توجه جهان قرار دارد که بخشی از سخنرانی دونالد ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل سه‌شنبه 24 سپتامبر دوم مهر ماه در مورد جمهوری اسلامی بود. رئیس جمهوری آمریکا گفت بعد از 40 سال ناکامی وقت تغییر رفتار رژیم ایران است و تأکید کرد رژیم سرکوبگر ایران یکی از بزرگترین خطرات امنیتی است که کشورهای صلح دوست را تهدید می کند و بزرگترین رژیم حامی تروریسم است. ترامپ در ادامه افسود 40 سال است رهبران ایران مدام به دلیل مشکلاتی که خودشان درست کرده اند از همه انتقاد می کنند. مدام فریاد مرگ بر آمریکا سر می دهند و یهودی ستیزی می کنند. رهبر ایران اسرائیل را قده سرطانی خوانده و خواستار نابودی آن شده. این رفتارها تحمل نمی شود. رژیم ایران برای اینکه بر ناکارآمدی خود سرپوش بگذارد مدام روی اسرائیل تاکید می کند. رئیس جمهوری ایالات متحده همچنین گفت ما هرگز نباید اجازه دهیم این اتفاق بیفتد. برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی من آمریکا را از توافق بد اتمی با ایران خارج کردم. آن توافق بازرسی از تأسیسات مهم را در خود نداشت و موشک‌های بالستیک را هم در بر نمی‌گرفت. متعاقب خروجمان از توافق اتمی ما تحریم‌های اقتصادی شدیدی را بر ایران وضع کردیم. دونالد ترامپ در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به حمله اخیر رژیم ایران به تأسیسات نفتی سعودی گفت رژیم برای اینکه خود را از تحریم‌ها آزاد کند خشونت خود را تشدید کرده. آنها به عربستان سعودی تعرض و حمله کردند و در پاسخ به آن حمله ما بالاترین سطح از تحریم‌ها را روی بانک مرکزی ایران و نهادهای دیگر اعمال کردیم. تمام کشورها وظیفه دارند که اقدام کنند. هیچ دولت مسئولی نباید آتش حکومت ایران به خون را بپذیرد و تا زمانی که رفتار تهدید کننده ایران ادامه پیدا کند تحریم ها نه تنها برچیده نخواهند شد که شدیدتر و سختتر نیز خواهند شد. رئیس جمهوری ایالات متحده تأکید کرد تا زمانی که رفتارهای تهدید آمیز و خصمانه رژیم ایران ادامه دارد تحریم ها برداشته نخواهند شد بلکه سختتر خواهند شد. رهبران ایران یک کشور پرغرور را به این داستان عبرت آموز تبدیل کرده اند که چه اتفاقی می افتد وقتی یک طبقه حاکم مردمش را رها کرده و نزاع برای کسب قدرت و ثروت شخصی را آغاز می کند. سخنرانی تند ترامپ علیه رهبران جمهوری اسلامی که بعد از بیانیه شدید اروپا علیه خرابکاری ها و موشک پراکنی های رژیم بود بازتاب زیادی دویژه در داخل ایران داشت. محمد جواد ظریف و دیگران که خوشبین بودند با کنار گذاشتن جان بولتون و شکست به اصطلاح تیم ب فشارها بر جمهوری اسلامی کاهش خواهد یافت اکنون می‌بینند در پاسخ به سیاست‌های رژیم ایران تا چه اندازه رهبران اروپا و آمریکا در مواضع خود به یکدیگر نزدیک شده اند. بعد از دیدار مکرون و روحانی که حاوی هشدارهایی از سوی رئیس جمهوری فرانسه برای حاکمان تهران بود روحانی با نخست وزیر بریتانیا و صدر اعظم آلمان و رهبران چند کشور دیگر از جمله سوئد، اسپانیا و ژاپن نیز دیدار کرد. جانسون در دیدار با روحانی بخشی از آنچه مکرون گفته بود را تکرار کرد و ایران را مسئول حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی دانست. با ابراز نگرانی شدید از آنچه اقدامات ثبات زدای ایران در منطقه خواند از روحانی خواست تا زمینه‌های لازم برای کاهش تنش‌ها در منطقه و خلیج فارس را فراهم سازد. نخست وزیر بریتانیا نیز توافق اتمی را یک معامله بد دانست و به روحانی گفت که ترامپ به دنبال یک توافق جدید است. جانسون خواستار آزادی فوری نازنین زاغری نیز شد
و گفت موضوعات دیگری نیز وجود دارد که من میخواهم با شما مطرح کنم و نگرانی های جدی درباره بازداشت اتباع دوگانه در تهران است. سفر من در سال 2017 به تهران در مقام وزیر خارجه بسیار پربار بود، اما تاکنون بی نتیجه مانده است. ما منتظریم پیشرفت هایی در خصوص زندانیان دوتابعیتی دستگیر شده در ایران صورت گیرد. یکی از دیدارهای مهم روحانی در نیویورک با صدر اعظم آلمان بود. آنگلا مرکل پیش از دیدار با روحانی با دونالد ترامپ دیدار کرده بود. مرکل کمی بعد از هر دو دیدار گفت احتمال شکلگیری مذاکره مستقیم میان ایران و آمریکا وجود دارد، اما شرط جمهوری اسلامی یعنی لغو تحریم‌ها به عنوان پیش شرط مذاکره غیر واقع بینانه است. صدر اعظم آلمان تأکید کرد با این شرط مذاکره ای عملی نخواهد شد. حسن روحانی جلسه ای نیز با مدیران ارشد رسانه ای آمریکا داشت و به تشریح مواضع جمهوری اسلامی پرداخت. او در بخشی از صحبتهایش گفت خجالت آور است که مبنای اتهام زدن به ایران در مورد حمله به آرامکو صرفاً این است که نمی‌خواهند قبول کنند ارتش یمن توان نظامی حمله موشکی و پهپادی را دارد. این یعنی اتهام زنندگان به ایران هیچ برآورد واقعی از پیشرفت‌های نظامی یمنی‌ها ندارند، چشمان خود را بسته‌اند و صرفاً به گمان زنی بسنده کرده اند. روحانی ادامه داد ضعف راداری و پدافندی تجهیزات عظیم آمریکایی در مسیر ادعای این موشک‌ها و پهپادها قابل انکار نیست و یمنی‌ها در واقع آمریکا را تحقیر کرده اند و به تأمین کنندگان تسلیحات عربستان هشدار داده اند. این صحبت‌ها نشان می‌دهد که خرابکاری علیه تأسیسات نفتی عربستان تا چه اندازه در براه افتادن جو منفی علیه روحانی و ظریف در نیویورک تأثیر داشته، آن هم پس از آنکه اعلام شد این حمله با تایید خامنه‌ای صورت گرفته، به شرط آنکه بعداً بتوان دروغ گفتگو را انکار کرد. مقامات بلند پایه جمهوری اسلامی در سازمان ملل و رسانه‌های آمریکا به همین وظیفه مشغول شدند. دیدار روحانی با رهبران اروپایی واکنش‌های ایرانی در پی داشت. حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان تهران گفت ملاقات روحانی با مکرون بی حرمتی به مردم ایران بود. او گفته مکرون در ملاقات 90 دقیقه‌ای خود با آقای روحانی از موضع بالا دستور صادر می کند و از ایشان می خواهد پایه‌های اقتدار ایران از جمله صنایع موشکی و حضور الگوساز ایران را در منطقه به حراج بگذارد، که حتی شنیدن اظهارات رئیس جمهور بی سر و پای فرانسه نیز در شأن رئیس جمهور کشوری چون ایران نبوده است. حبیب الله دهمرده نماینده زابل در مجلس شورای اسلامی هشدار داد مذاکره با شیطان بزرگ در هر سطحی سم مهلک بوده و خیانت به مقاومت است، مراقب باشید. نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز جانسون نخست وزیر بریتانیا را شبه شیطان بزرگ خواند و گفت ملاقات با او توجیه ندارد. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد که مکرون سه‌شنبه در نیویورک تلاش بسیاری کرد تا دیداری میان دونالد ترامپ و حسن روحانی ترتیب دهد، اما این تلاش‌های او به نتیجه نرسید. یکی از مسائل جنجالی در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل مصاحبه محمد جواد ظریف با تعدادی از خبرنگاران در مورد نازنین زاغری ایرانی دوتابعیتی بود که در جمهوری اسلامی به گروگان گرفته شده است. محمد جواد ظریف در یکی از مصاحبه‌های خود گفت بریتانیا پیشنهاد داد در ازای مداخله او برای کمک به آزادی نازنین پول مسدود شده ایران را آزاد کند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت این پیشنهاد
ابتدا از سوی فیلیپ هاموند وزیر خارجه پیشین بریتانیا در ژوئیه 2016 مطرح شد. این مبلغ 400 میلیون پوند بدهی بریتانیا به ایران در پرونده خرید تانک‌های چیفتن است. ظریف در ادامه گفت: من حاضر بودم در ازای پرداخت این بدهی در دادگاه برای آزادی نازنین زاغری تلاش و استدلال کنم. او گفت: این پیشنهاد زمانی که بوریس جانسون وزیر خارجه شد هنوز روی میز بود، اما بعد جانشین او جرمی هانت آن را رها کرد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با اشاره به گفتگوی خود با هانت در این باره گفت: جرمی هانت گفت این باجگیری است و من گفتم که این را من شروع نکردم، این کار را فیلیپ شروع کرد. ظریف با بیان اینکه آزاد کردن پول ایران به معنای باجگیری نبوده است گفت: من به عنوان وزیر امور خارجه موضعی در دادگاه در قبال مسائل شهروندان ایرانی ندارم. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در حالی ادامه دارد که فرستادگان جمهوری اسلامی با وضعیت بحرانی که به آن دچار است دل خود را به دیدارهای تصادفی و انکار خرابکاری‌های خود در گفتگو با مقامات کشورهای دیگر و رسانه‌های آمریکا خوش کرده اند. حسن روحانی چهارشنبه 25 سپتامبر در این مجمع عمومی سخنرانی می‌کند. نباید انتظار داشت روحانی حرف‌های فراتر از سال‌های گذشته و همچنین انکار نقش ویرانگر جمهوری اسلامی در سرنوشت مردم ایران و ماجراجویی‌های نظامی آن در منطقه در برابر صندلی‌هایی بزند که مثل هر سال بیشتر آنها خالی خواهند بود.